برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم رادیو و تلویزیون میهن. من فرهاد مرادی هستم. امروز 28 تیر ماه 1400 برابر با 19 جولای 2021 و این قسمت 9 قسمت از سری برنامه های 8 روز هفته است که روزهای دوشنبه هر هفته در این ساعت بنده در خدمتتون هستم و سعی میکنم که تا اونجایی که عقل و دانشم یارو میده اونچه که در هفته گذشته در حوزه سیاست اتفاق افتاده، مخصوصا سیاست ایران رو و اخبار مربوط به جامعه ایران رو تحلیل کنیم، اگر در میون بذاریم تحلیل کنیم و اگر معنای مشخصی در پشتش هست در ارتباط باهاش بیشتر صحبت کنیم. خب هفته‌ای که گذشت هفته پرتلاطمی بود در ایران، یعنی پرتلاطم‌تر بود به یک معنا، چون به هر حال شرایط ایران در حال حاضر شرایط پرتلاطمیه، اما در مقاطعی این تلاطم و ناآرامی بیشتر نشون در حقیقت خودش رو بروز میده و بروز بیشتری داره. با توجه به تداوم اعتصاب کارگران صنعت نفت که واقعا جای تبریک و درود داره که تونستن تا نزدیک به 23-24 روز مقاومت بکنن تا اینجای کار، و همچنین اعتراضات مردم خوزستان این التهاب رو که التهابی بود که اینطوری که عرض کردم از قبل هم به صورت روزمره در جامعه ایران وجود داره، این التهاب رو به نقطه اوج خودش رسوند. اما خب به هر حال نابسامانی های بسیاری وجود داشت به روال تمام این سالهایی که رژیم جمهوری اسلامی زمام امور رو در دست گرفته و بحران، ناآرامی، آشوب و عدم ثبات و ناکارآمدی که از ویژگی های بنیادی شه و طب جامعه هم و گروه های مختلف اجتماعی هم از این نابسامانی ها آسیب میبینن. از در حقیقت یکی دیگه از مسائلی که در هفته گذشته نگران کننده بود و شروع شده پیک پنجم کرونا در ایران هست که خب نمیدونیم پایتخت رو هم اینها بستند و تهران به حالت شاددان در اومده و مردم همچنان از عدم وجود واکسن و عدم در حقیقت شروع گسترده واکسیناسیون در ایران رنجورند و دارن جانهای عزیزی از دست میدن و جامعه سوگوار ایران سوگوارتر میشه. اما خب مسئله اینه که در برابر حکومت و دستگاه سیاسی ایدئولوژیک حاکم بر ایران در برابر این بحران‌هایی که جامعه ایران رو رنجور کرده چه واکنش‌هایی از خودش نشون میده؟ در هفته‌های گذشته ما اگر رصد بکنیم رفتار نهادها و در حقیقت سازمان‌ها و اون سازمان به صورت کلی سازمان قدرت در ایران رو که مجموعی از نهادهاست، میبینیم که کاملا بی توجه و خلاف آنچه که نیاز جامعه ایرانه دارن حرکت میکنن. یک مرور کوتاهی اجازه بدید داشته باشیم که اینها چه کار کردن. نهادهای مختلف در طی هفته های گذشته چه رفتارهایی از خودشون نشون دادن. خب یکی از مهمترین اخباری که هفته گذشته منتشر شد خبر اطلاعیه‌ای بود که در حقیقت پلیس فدرال امریکا در ارتباط با توطئه رژیم اسلامی برای بودن مسیح علی نژاد در امریکا و چندین و چند روزنامه‌نگار و فعال مدنی دیگه در اروپا و نقاط دیگه خارج از کشور به هر حال منتشر شد. به صورت مشخص FBI در ارتباط با کیس خانم علی نژاد صحبت کرد و بقیه هم از توطئه‌های دیگه در مورد خب این به صورت مشخص آنچه که ما میدونیم با توجه به اطلاعاتی که ما داریم پرونده مربوط به خانم مسیح علی نژاد از توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی هدایت می‌شد.
وزارت اطلاعات که در حال حاضر میبایست، چون به هر حال تمام این مسائلی که وجود داره زمینه های امنیتی هم به وجود میاره، چه کرونا، چه بحران کمابی و چه باقی مسائل، اما اولویت اینها سرکوب مخالفان و تلاش برای در حقیقت رو بودن مخالفینشون در خارج از کشور و این رفتار زننده و غیر متمدن و مربوط به در حقیقت رژیم های فاشیستی برآمده از غرب تاریخ رو یک گام دیگه اینها گسترده ترش کردن، یک شکل جدیدتری ازشون، اقدام به آدم ربایی در خاک در واقع آمریکا که یک باور عمومی وجود داشت در بین اپوزیسیون خارج از کشور، جمهوری اسلامی هرگز چنین اقدامی رو نمی کنه یا اونقدر توانایی نداره که در خاک آمریکا دست به رقوبونان مخالفانش بزنه یا ترور مخالفانش بزنه یا حاصل آزار اونها رو پیگیری بکنه. اما دیدیم که اینها این فکر رو هم دارن، یا و این یکی از نمونه هایی است که دولت روحانی، وزارت اطلاعات دولت روحانی اقدام به انجامش داد که خوشبختانه حالا با توجه به پیگیری های FBI شکست. و از طرف دیگه شما اطلاعات سپاه رو دارید، عنوانی که دیگه از نهادهای در حقیقت اصلی ترین نهاد اطلاعات امنیتی در کشور و قوی ترینشون، که با توجه به اون و اخباری که منتشر شد، مدیتون حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه چند پیش به عراق سفر کرد و در حقیقت با نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی در خاک این کشور تربیت کرده دیدار داشت، بعد از اینکه قاآنی که در حقیقت فرمانده فعلی سپاه قدس هست بعد از قاسم سلیمانی نتوانسته بود اجماع ایجاد بکنه، در حقیقت یه به یک معنا آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی و نهاد سپاه پاسداران به نیروهای نیابتی بقبول و دیده هم سازماندهیشون بکنه، تجدید سازماندهیشون بکنه. اون بودیم که حسین طائب به اونجا رفت و این نیروها رو علی دوباره آتشی روی برای بنزینی روی آتش اینها ریخت و تشویقشون کرد به ایجاد بلوا و آشوب بیشتر در خاک عراق و حتی مصرانه اصرار داشتش که به این نیروها به در حقیقت منافع و نیروهای امریکایی در خاک سوریه هم حمله کنند. یا در همین روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه یک شاخه جدید از نیروهای شیعی، یعنی شبه نظامیان شیعی در خاک افغانستان اینها سازماندهی کردن تحت عنوان حشد الشیعی یا حشد الشیعه بکنند یار درست بیا، که در کنار لشکر فاطمیون که اینا از سال 94 در حقیقت سازماندهی کرده بودن و شیعیان افغانستان رو ساتل تلاش به سازماندهیشون داشتن برای فرستادنشون به خاک سوریه، به هر حال میبینیم که یک نیروی جهنمی دیگه رو اینها سازماندهی کردن در خاک افغانستان برای به آشوب کشیدن و پیچیده‌تر کردن بحران افغانستان، که اخبار مقامات افغانستان هم این موضوع رو در حقیقت روش انگشت گذاشتن که دخالت های نیروهای از این دست مثل در حقیقت همین نیروی تازه تأسیس حشد الشیعی یا حشد الشیعه، فکر میکنم من معذرت میخوام یه اشتباه میگم عنوانشون رو، ولی هم یا حشد الشیعی یا حشد الشیعه به هر حال عنوان کردن و انگوش گذاشتن روی این موضوع که این تشکیل چنین گروه‌هایی وضعیت پیچیده افغانستان رو پیچیده‌تر می‌کنه و اینها مدعی هستن که قرار علیه طالبان بجنگن. خب این نشان دهنده سیاست اهریمنی این رژیم جمهوری اسلامی است، از یک طرف در واقع سبز به طالبان نشون میده، باهاشون مذاکره می‌کنه، حتی در حقیقت رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی سعی میکنه که آبرو برای طالبان بخره، حتی بحث رو اونها مطرح میکردن که طالبان دچار استحاله شده، نیروهای جدیدتری جوانتری اومدند و اصلاحاتی درش صورت گرفته و اون نیروی در حقیقت تندروی فاندامنتالیست بنیادگرای خشونت طلب نیستند و کمی حالا به قول معروف اهلش و در صورت که اینطور نیست. و از طرف دیگه
دیگه به بهانه نبرد با در حقیقت طالبان تلاش داره میکنه که یک گروهی رو در خاک افغانستان سازماندهی کنه، گروه دیگری رو چون من داخل پرانتز هم این نکته رو بگم یا میگم یک نیروی دیگه، چون اگر دوستان خاطرشون باشه دو یا سه هفته پیش خبری از طریق یک خبرنگارهای پاکستانی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت ایران، جمهوری اسلامی و پاکستان، دولت پاکستان به این توافق رسیدن که نیروهای فاطمیون در خاک افغانستان فعال باشن و حضور داشته باشن. خب اگر چنین خبری درست باشه و این توافق صورت گرفته، خب این حشد الشیعه یکی از در حقیقت یکی دیگر از این نیروها است. من هفته گذشته در ارتباط با طالبان صحبت کردم به این نکته هم اشاره کردم که در حقیقت این حضور نیروی مثل طالبان یا هر یک از این گروه های سلفی و سنی تندرو و اسلامیست تندرو، این یک نعمت، گرچه یک دشمنی در حقیقت پایه‌ای و ریشه‌ای با جمهوری اسلامی و یک حکومتی که فقه شیعی رو نمایندگی میکنه و خودش رو وارث اون آرمان های شیعه میدونه، اما در حقیقت یک هدیه و یک مائده الهی هم هست برای اینها. شما وضعیت در حقیقت عراق رو یا سوریه رو در نظر بگیرید بعد از ظهور داعش و آغاز جنگ داخلی در این دو کشور، مسئله در اون مقطع زمانی گرچه سپاه قدس همیشه در منطقه حضور داشت در افغانستان، اما شکل و شمایل نفوذ منطقه ای سپاه قدس و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در این کشورها و به صورت کلی در منطقه، خب بعد از ظهور داعش به کلی تغییر کرد. این بهانه شد برای دخالت‌های منطقه‌ای بیشتر اینها و توجیه این که حضور ما در منطقه لازمه. حالا افغانستان هم به همون شکل در حقیقت این توجیه رو به اینها میده که این نکبت رژیم اسلامی منتشر بشه در افغانستان و به قول خودشون عمق استراتژیکشون رو در افغانستان رو در افغانستان هم گسترش بدن. و اون عمق استراتژیک در حقیقت چیزی جز تباهی برای یک ملت و یک سرزمین نمیاره. شما همین الان وضعیت لبنان رو نگاه بکنید، بیبرقی، عدم وجود کالاهای اساسی، بیمار، گستردگی کرونا و در حقیقت اینکه یک دولت فشل یا به قول غربی فیلد استیت داره در لبنان حکومت میکنه. خب این آینده تمام کشورهایی است که جمهوری اسلامی برشون دست اندازی میکنه. لبنان نتیجه مستقیم سیاست های جمهوری اسلامی که واسطه بازی خودش حزب الله لبنان منجر شد. یا وضعیت عراق رو شما نگاه بکنید، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی چه بلایی به سر فعالین مدنی میارن، دامن ترور میکنن، میدوزن، تهدید میکنن و سعی میکنن که فقط یکی از موارد سیاهی است که بلایای سیاهی است که به سر در حقیقت این مردم در علاقه بود. من اینجا واقعا بحث رو این مقدار من کوتاه‌تر بکنم در این رابطه و به واکنش باقی به بحث اصلی رو برگردیم. این واکنش باقی نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای رسمیش به این موضوع در هفته های اخیر چی بوده، یا در حقیقت بیان کاری این ها در هفته های گذشته چی بوده. خب ما درباره نهادهای امنیتی صحبت کردیم، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، ولی خب شما مجلس این شورای اسلامی رو هم دارید که به قول خودشون یک مجلس انقلابی و متعهده و در هفته های گذشته و فعالیت اینها رو که رصد میکنیم ببینیم که تمام در رفتار و کارهایی که اینها انجام دادن بی ارتباط بوده به آنچه که در متن زندگی، نیازهای متن زندگی جامعه، به نیازهای مردم، به گویی اساسا اینها در یک فضا و در یک سیاره دیگری دارن زندگی میکنن. یکی از مهمترین کارهایی که اینها دارن انجام دادن، این دعواهایی که در مجلس فعلی سرش در واقع قائله به پا شده، بس اینه که نیزه که بخشی از این مجلس میخواد، یعنی شورای نگهبان به واسطه این مجلس میخواد اختیارات خودش رو گسترش بده. بحث نظارت استصوابی رو حتی به دوران پس از انتخابات هم در حقیقت منتقل بکنه و به عنوان مثال اگر رئیس جمهور یا نماینده مجلس و نماینده شوراها یا هر کدوم از این نهادهای انتخابی به اصطلاح انتخابی که یک بار از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن، اگر بعد از دوران
در حقیقت انتخاب و شروع مسئولیتشون هم از خطکشی های مد نظر شورای نگهبان و نهادهای اصلی قدرت در ایران عبور بکنن و اونها رو زیر پا بذارن، شورای نگهبان این حق رو داشته باشه که اونها رو از مسئولیت برکنار کنه. خب این یکی از مباحثی که امروز در مجلس طرح میشه و دارن تلاش میکنن که طول این در واقع موضوع قانون رو تصویب بکنن و دست شورای نگهبان رو که در حقیقت شورای نگهبان شریعت اسلامی قرائت شیعیش هست دستشو بازتر. یا میبینیم که نماینده هایی که اینها مدعی اینان که کسانی مثل زاکانی، کسانی مثل نیکزاد، جبهه پایداری و غیره، یعنی به هر حال تیره ای هستن که توی این مجلس هم زیاد پیدا میشن. وقتی که ما میبینیم اینها یه طور صحبت میکردن که ما اومدیم برای حل مشکلات مردم، فساد ستیزی و و و، میبینیم که هنوز دولت رئیسی تشکیل نشده، دستی ترین دغدغه این نماینده ها گرفتن پست و مقام هاییست که قرار در دوران زمامداری ابراهیم رئیسی یا در واقعیت ریاستش بر قوه مجریه فضل و بخشش بشه بیدن. از شما در نظر بگیرید، از علیرضا زاکانی، مشتبه زلمیری و علی نیکزاد و غیره، همه از یا به صورت کلی تر جناحایی که موسوم هستند به اصولگرا در ایران تقسیم بندی شدن، از یک طرف در حقیقت جناح سنتی اصولگرایانه که متلفه و جناح در حقیقت روحانیت مبارز و غیره که تحت عنوان شورای وحدت الان شناخته میشن در ادبیات رسمی سیاسی، و از طرف دیگه طیف جدید نوراصولگراهایی هستند که مثل جبهه پایداری و گروه های دیگه از این دست که تحت عنوان شورای ائتلاف با هم گرد هم اومدن و مشتی واقعا آدم ضرب نفهمی هستن که باورهای عقب مانده دارن و از کار دنیا واقعا بی اطلاع. اینها از یک طرف، جریان قالیباف و دیگران از طرف دیگه، همه هجوم آوردن که این سهمی از قدرت یا یک در حقیقت برشی از این کیک قدرت بهشون برسه به صورت فردی، و یک جنگ در حقیقت عظیمی در بینشون در جریانه که گاهی ما نشانهاش رو در اخبار میخونیم، رسانه‌ای میشه بعضی از این جنگ و جدل ها که اینها به هم میپرن، همدیگر رو متهم میکنن که اینها میخوام چیز کنن. و اول مثلا یکی از این خبرهایی که اومده بود چند روز گذشته اینه که علیرضا زاکانی که کاندید ریاست جمهوری هم بود، خب اینو پیشنهاد داده بود جبهه پایداری تلاش میکرد که به در واقع به عنوان یکی از وزرا یا حالا معاونین کابینه به رئیسی و معرفی بکنه، و گویا رئیسی این رو قبول نکرده و الان بحثشون اینه که یعنی حتی داده و شورای ائتلاف و دیگران، بحثشون این هست که این آدم رو به عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح بکنن که اون خودش هم یک داستانه. در حال حاضر 12 نفر، فکر می‌کنم دیروز یا پریروز بود این شورای جدید، اسم 12 نفر از کسانی که قرار شورای پست شهرداری تهران رو بهشون داده بشه، این در حقیقت نامزد گرفتن این پستن، 12 نفرشون اعلام کرد که واقعا لشکر به قول معروف مخازی لدن. یک کسی مثل اون احمد در رئیس پلیس تهران بود، اسماعیل احمدی مقدم، که حد فاصل 84 تا 93 فکر میکنم 94 الان حضور تو ذهن ندارم، رئیس پلیس ایران بود و خب اون جنایت بزرگ بود در سال 88 اینها رقم زدن. در سال 84 طرح ارتقای امنیت اجتماعی رو برای اولین بار اجرا کردن و گروه های رو در جنوب شهر آدم های آسیب پذیر فقیر رو می رفتن شبانه حمله می کردن، آفتاب گردنشون می داختن، می آوردن توی چیز. این آدمیه که این چنین چیزهایی رو در پلیس مملکت پایگذاری کرده و نامش هم جزو یکی از مفسدین اقتصادی به قول خودشون هست. در اگر خاطرتون باشه پرونده بود مربوط به التهابانی ناجا
که یک اختلاس اونجا صورت گرفته بود، یا یکی دیگه جمال آبرومند گزینشون که اون هم اگر خودتون باشه جزو متهمینه یا کسانی بودش که پاش در پرونده هولدینگ فساد هولدینگ یا اسم سپاه باز شد و جا جا اسمش مطرح بود و این آدم ها الان کاندن، یا خود علیرضا زاکانی هست که یک نزدیک به یک سال، یک سال و نیم از همین عمر مجلس فعلی میگذره، این مسئول مرکز پژوهش های مجلس بوده و آقا معتقدن که بارها افشاگری شد در ارتباط با او رو که آقا شما تعداد شغل هایی که در مرکز پژوهش های مجلس وجود داره، سمت های رسمی که شما میتونید بر اساسش نیرو استخدام بکنید 256 نفره، به شما نزدیک 600 نفر این آدم رفته سر اونجا استخدام کرده و از نزدیکان آدم هایی که تو داردسته خودش هستن و غیره و داره رانت پخش میکنه و حالا شما در نظر این چه این آدمی کاندیدای رسیدن به یا نامزد رسیدن به شهرداری تهرانه که در واقع هیچ از سمتی است که چیزی از مهمترین وزارتخانه های دولت کم نداره به واسطه منابعی که در اختیارش هست، قدرت نفوذی که داره و غیره و به هر حال این هاست. یا در ارتباط با مسئله کرونا یکی از تخت‌ترین خبرهایی بودش که هفته گذشته اتفاق افتاد، سعید نمکی وزیر بهداشت، خب این آدم اگر خاطر دوستان خاطرشون باشه دنبال کرده باشن در هفته های گذشته، دو سه هفته گذشته، یکی از بحث هایی که وجود داشت قبل از اوج رسیدن پیک پنجم کرونا در ارتباط با استان سیستان و بلوچستان نبود تخت های خالی بود، چون که به هر حال این پیک جدید از اون استان شروع شد و اولین گروه هایی که آسیب جدی دیدن کسانی بودن که عزیزان ساکن هموطنان ساکن این استان بودن، فعالین مدنی، در واقع روزنامه نگارها، کسانی که مسائل رو رصد میکردن و مردم عادی به تنگ آمده بودن، میگفتن آقا ما اینجا در این استان تخت های خالی نداریم و مصرانه دولت، شخص خود روحانی و هر نوع سعید نمکی میگفتن نه چنین حرفی دروغه، واقعیت نداره و در حقیقت تمام امکانات وجود داره برای بیمارانی که در این استان قرار بستری بشن و کاملا نفی میکرد. ولی خب از اون طرف شواهد بیرون میومد، اسناد مدارک بیرون میومد، در حال فیلم هایی بیرون میومد، در نهایت برای اینکه ثابت بکنن نه چون این نیست، خود شخص و پاسخ دادن به شایبه ها، خود شخص سعید نمکی به مستان سفر کرد و دست، واقعا این یکی از جنایاتی است که باید در کیفرخواست این آدم بنویسن. از بیمارستان ها، برخی از بیمارستان های شهرهای سیستان و بلوچستان دیدن کرد و دستور داده بودن به خاطر اینکه خب وقتی که این آدم میره همراه خبرنگارها میاد و اینها میتونن پوشش خبری بدن و بگن آقا ادعای ما درست بود و که از تخت خالی ما داشتیم، دستور داده بودن بیماران کرونایی، کسانی که وضعیت وخیمی دارن رو از بیمارستان مرخص بکنند به خاطر اینکه حرف دولت و وزیر بهداشت درست از آب در بیاد و نشون بدن که نه ظرفیت بیمارستان ها پر نشده و اینات بیمارانی رو که در وضعیت وخیم بودن، شخص رئیس رؤسای بیمارستان های مختلف اینها رو مرخص کردن بدون هیچ گونه مراقبت، بدون هیچ گونه هشداری، فرستادن به خونه و چندین و چند نفر گزارش مرگ وجود داره به خاطر این اقدام به خانه رفتن، به خاطر نبود امکانات جان خودشون را از دست دادن و کسانی آسیب دیدن و فاجعه‌ای در خانواده های مختلف اینا ایجاد کردن. اینکه ویدیوهاش هم بیرون اومد در شبکه‌های مجازی، شبکه‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. این تمام جمهوری اسلامی در تمام این سالهای 42 سال گذشته یکی از در حقیقت حملاتی که به رژیم پهلوی میکرد و مخصوصا دوران رضا شاه که کینه عجیبی اینها ازش به دل دارن، پیش کشیدن بحث پزشک احمدی بود. اینکه پزشک احمدی در زندان ها آمپول میزد، آمپول هوا میزد، زندانی ها رو میکشت، آدم میکشت، پزشکی بودش که به مسئولیت خودش عمل نمی کرد، به قسم خودش عمل نمی کرد و غیره و این رو نمادی از در حقیقت جنایت پیشگی رژیم پهلوی اینها
نشانده. من خاطرم هست دوران ابتدایی من بودم، یک سریالی پخش میکرد، سریال کارگاهی بود در ایران به اسم کارگاه علوی. این سریال کارگاه علوی که همین احمد نجفی هم نقشش رو بازی میکرد، یک سریالی بود که هر قسمت این کارگاه در دوران رضا شاه هم میگذشت، که این کارگاه مثلا ماجرای یک قتلی رو بررسی میکرد و یکی از کاراکترهای منفی این فیلم که خیلی هم به پیرمرد قوزدار بدتینت و بدصورت و بدچهره بود، پزشک احمدی بود. این رو این سریال در ذهن ما که بچه بودیم جا انداخته بودن که پزشک احمدی قاتل بوده و اصطلاح هم بود سالها، من حداقل میدونستم که به پزشکایی که کارشون انجام درست انجام میدن آیا طرف مثل پزشک احمدی میبینه. برای سالها اینها، حالا من بحثم چه چرا این مثال رو زدم، برای سالها رژیم جمهوری اسلامی روی موضوع مانور میده و در حال حاضر سعید نمکی پزشک از پزشک احمدی، اگر آنچه که گفته میشه در باره پزشک احمدی که به هر حال اسناد تاریخی نشون میده بخشی از زیادی از این حرفایی که در باره شایعاتی که در باره اتهاماتی که پزشک احمدی زده میشد ناشی از شایعه یا عدم دانش ناظران اون موقع بوده، اون مسئله یا اتفاقاتی که می افتاده از روی دست و قرض نبوده پزشک احمدی این کارا رو نمی کرده و جهانی بوده که حتی پنسیلین هم به سختی گیر می اومده تو اون دوران و خب هرها بیماران تلف می شدن در اون وضعیت زندان ها و غیره، یعنی آگاهانه این کارا رو انجام نمی داده. در حال حاضر این اسناد تاریخی واقعا یه مقداری این رو ثابت می کنه وقتی شما دادگاه شما چیز میکنه. اما به هر حال آن ادعایی هم که جمهوری اسلامی داره را اگر ما قبول بکنیم، سعید نمکی صدها نه بلکه هزارها برابر بدتر از پزشک احمدی در خصوصا یک سال و نیم، یک سال و ده ماه گذشته ای که از در حقیقت همگیری کرونا و آغاز همگیری کرونا در ایران میگذره عمل کرده. کسی که آدمی عقب افتاده ای که در مصاحبهش میگفت من خاک تربت امام حسین رو به عنوان دارو استفاده میکنم، یه چنین آدمی رو در رأس نظام پزشکی مملکت گذاشتم و چنین فجایعی اتفاق افتاده و این نشون میده در حقیقت این سفری که به سعید نمکی به استان سیستان و بلوچستان داشت و فاجعه انسانی که این سفر و در نهایت به وجود آورد نشان دهنده منطق جمهوری اسلامی، یعنی اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت رژیمی است که به هیچ حقیقتی باور نداره. ببینید حقیقت در این کیس مشخص اگر ما بخوام تحلیل بکنیم، حقیقت این است که جمهوری اسلامی که بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان ظرفیت‌هاش پره و بیمارها نمی‌توانند خدمات رو بگیرند. رژیم جمهوری اسلامی میگه چنین حقیقتی وجود نداره و آنچه که من مدعی هستم حقیقت داره و برای این حقیقت هیچ ارزشی اینها برای حقیقت قائل نیستن. حقیقت آن چیزی است که قانون‌های قدرت میگن، مثل تمام در این یک منطق توتالیتریستی رژیم‌های توتالیتره که هیچ حقیقتی وجود نداره جز آنچه که پیشوا میگه، جز آنچه که قانون‌های قدرت میگن و خواست قدرته و این خواست در هر لحظه میتونه تغییر بکنه. یک روزی میتونه فلان موضوع خوب باشه و یک روز بعد میتونه نه خوب نباشه، یک روز میتونه حقیقت یک چیز باشه و روز بعد میتونه متضاد اون باشه و در حال حاضر ما در این کیس به عنوان یک در حقیقت موضوع پرونده موردی ما میتونیم منطقی کل جمهوری اسلامی رو توش ببینیم که چطور حقیقت رو این رژیم یک رژیم ضد حقیقته و حقیقت چیزی نیست جز خواست. در این مورد هم همینه، حقیقت آن چیزی است که سعید نمکی و دولت حسن روحانی مدعیان و در غیر این صورت و برای تحمیل این حقیقت و نشون دادن و اثبات این حقیقت اینها حاضرند که جان مردم رو بگیرند. و بحث طولانی شد، من دوست داشتم تا این اندازه درباره موضوع بپردازم، ولی خب اجازه بدید در ارتباط با یک اشاره هم بکنم در ارتباط با آنچه که قوه قضاییه انجام داده در این مقطع، چون یک اتفاق خیلی مهمی رخ داده. یک صحبت هایی کرد محسنی اژه‌ای و بعد دیدم کمتر هم بهش پرداخته شده. موضوعی رو که در حقیقت مطرح کرد این بود که
در ارتباط بعد از بیرون کار اومدنش در ارتباط با این بود که خب ما این رسانه ها با بوق و کرنا این بوق و کرنا اند کردن که بله محسنی و اژه‌ای میخواد تخفیف بده به زندانی های امنیتی، اونچه که خودشون میگن زندانی های امنیتی و ما میدونیم که زندانی های سیاسی هستن. بعد اینها که قرار شرایط برای اینها تسهیل بشه و شرایط عفوشون آماده بشه. اما خب خبر رو که با دقت میخوندیم بس اینه که بله اینها قرار به زندانی های سیاسی و به قول خودشون زندانی های امنیتی تسهیلاتی رو بدن، اینها رو با عفو مثلا در موارد مواجه بکنن، مرخصی بشن و هر حال شرایط رو براشون ساده تر بکنن، اما به شرط آنکه این عین جمله های خود محسنی اژه‌ای است، به شرط آنکه اینها اولا از باورهایی که داشتن توبه بکنن، ثانیاً یعنی از رفتار و باور یا حالا اقداماتی که انجام دادن توبه بکنن، و ثانیاً همکاری داشته باشن برای جبران مافات. یعنی یک پروژه توابسازی عریض و طویل رو اینها راه اندازی کردن. شما دوستان میتونن به خاطرات زندانی های سیاسی در دهه 60 مراجعه بکنن، مخصوصا در سالهای 62 تا اواخر 63 و 64 اول 64 و اواخر 63 یک دوره در زندان قزل حصار بوده که معروف به دوران تواب سازی و منطقش همین و بیشترین فشارها رو به زندانی ها بودن، یک جهنم برای زندانی ها در این دوران روی زمین ساخته بودن که آدم ها اولا دو مأموریت داشتن، یک زندانی از باورهاش دست بشوره، دقیقا همون چیزی که محسنی اژه‌ای امروز داره میگه، و دو با رژیم همکاری بکنن یا با در حقیقت مسئولین زندان در اداره همکاری بکنن دو پیش. خب این پروژه ایست که اینها یک زمانی در اشد و کوچک در اندازه کوچک زندان یک زندان انجام داده بودن و حالا قرار این رو تعمیم بدن به تمام زندان ها و تمام فشار امنیتی، این فشار وحشتناک که واقعا در راه این خبر وحشتناک در راه به این نگرانی بزرگ رو ما احساس میکنیم برای زندانی های سیاسی، زندانی های عقیدتی، روشن فکران، کسانی که حالا به هر نحوی در بند این رژیم جمهوری اسلامی قرار دارن که اینها رو با فشار و تهدید یک اینه. دو موضوعی که یکی دیگه از کارهایی که داره انجام میده در دوران این جدید و حلقت ریاست بر قوه قضاییه بحث اعدام زندانی هاییست که در انتظار اعدام به سرعت گفته بابا تکلیف اینا مشخص شد، یا برین صحبت یا بخوام سادش بکنیم یا اعدامش میکنین یا ببخشین یا مثلا یه حرکت کنیم. ما میدونیم که این ساماندهی که اینها اینجوری از ساماندهی صحبت میکنن، چون رژیم جمهوری اسلامی یک نکر، من اینم بگم یک نکر رو در ارتباط با اعدام همیشه به کار میبره، میگه که این حق خصوصیش مردم یا امت یا کسی که ولی دمه که قصاص بخواد یا نخواد، یعنی بخواد که کسی که به فرض مثلا عزیزش رو کشته ولی دم بخواد قاتل اعدام بشه یا نشه، میگه این یک حق خصوصی و حکومت نمیتونه در اشتغالت کنه. شما در نظر بگیرید حکومتی که با خصوصی ترین شئون زندگی مردم در ارتباط کار داره و دخالت میکنه، میگه وقتی که پای اعدام میرسیم که این یک حق خصوصی و ما حق دخالت نداریم، و این یک در حقیقت موزیگریه. چرا؟ چون اینها به واسطه اعدام پیام سرکوب دارن به جامعه مخابره میکنن، جامعه رو دائما مرعوب میکنن، جامعه رو دائما در وضعیت ترس قرار میدن و یک جور سرکوب نفع میبرن، و حالا با این بازی به قول معروف با این جیمناستیک زبانی سعی به توجیهش دارن، نه ما دخالتی نداریم این حق خصوصی، حالا استدلال های زیاد. و در حال حاضر وقتی که اینها میان میگن ساماندهی، در واقع دارن شرایط رو آماده میکنن برای اعدام درمانی جامعه با ورود این آدم. محسنی اژه‌ای، من هفته گذشته عرض کردم، با ورود این آدم یک کودک رو کشتن، کسی که در دوران کودکیش، معذرت میخوام، در دوران کودکیش مرتکب قتل شده بود و جمهوری اسلامی به واسطه پیوستنش به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان ملزم به اینه که کسانی که در دوران
کودکان رو اعدام نکنه، اینا رو اون هم باز دوباره به کلاه شرعی نگهش داشته بودن، سنش از 18 سالگی که عبور کرد دورانش به اعدام به شوخه دار سپردنش. و حالا هم امروز من دوباره در خبرها میخوندم قبل از اینکه به برنامه بیام، یک مورد دیگه از همین دست کودکان رو که افراد رو که در دوران کودکیشون به جرمی حالا برادت دست دادن یا هر چیزی دور دارن اعدام. این دو مورد رو شما نگاه بکنید، یکی این که یک پروژه تبابسازی دارن اینا استارتشو میزنن یا دقل آدم بوش رو میشنوه، و یکی هم فشاریه که دارن بر در حقیقت برای اعدام درمانی جامعه. خب این یک مرور خیلی اجمالی بود بر آنچه که جمهوری اسلامی در واکنش در حقیقت نهادهای جمهوری اسلامی به در حقیقت بیلان، معذرت میخوام این طور شاید بهتر بشه، یک بیلان کاریست از آنچه که در هفته های اخیر نهادهای جمهوری اسلامی، برخی از نهادهای جمهوری اسلامی انجام دادن. و وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم تا چند روز این بیارتباط به درد مردمه و تا چند روز دوره و تا چند روز آسیب زاست برای جامعه، نه تنها دردی رو دواره میکنه از جامعه، از در حقیقت تمام، چون بحث دیگه در حال حاضر ذیل حکومت جمهوری اسلامی واقعا دیگه بحث ستم بر انسان نیست. من رو عبده گذاشته رو فکر کنم تأکید کردم، بحث فقط ستم و اعمال تبعیض بر انسان نیست، تمامی انواع در حقیقت موجودات زنده در روی زمین، چه گیاهان چه در واقع جانداران دیگه، با حکمرانی جمهوری اسلامی، با تداوم حیات جمهوری اسلامی، حیاتشون در مخاطر است. و شما دارید میبینید که این اقدام ها نه تنها این آلام رو کاهش نمیده، نه تنها حتی ذره‌ای در جهت کاهش این آلام نیست، بلکه 180 درجه مخالفه و اقداماتی است که بر آلام مردم و میافزاید و جامعه هرمانزده ایران واقعا هرمان زده تر میکنه. و این یکی دیگر از نشانه هایی است که ما تمام گروه های اجتماعی و سیاسی طبقاتی و ایمان و مسئله فکر بکنن ببینن که چه میشه کرد. و من امیدوارم اعتراضاتی که از شبیه به اعتراضات خوزستان گسترده تر بشه، شکل انقلاب به خودش بگیره و بتونه تومار این رژیم رو دیر یا زود به هم بپیچه، چون واقعا تداوم این وضعیت موجود حیات همه ما رو به خطر انداخته. اما خب به هر حال این مهم و دسترسی به چنین مهمی در گام اول نیازمند تفکر. ببینید در حقیقت به قول بعضی از این متفکرین معاصر اصطلاحی رو به کار می‌برن تحت عنوان عرق ریختن در راه تفکر. در وقتی ما این چیز رو میبینیم، یکی از سوال های اصلی این در روزهای اخیر که وقتی مثلا جای مثل خوزستان به پاخواسته و جمهوری اسلامی دیدیم که طبق معمول در ابتدا یک جور همدردی، یعنی یک شیوه رو اینا به کار میبرن، حالا در ارتباط با گروه های مثلا در ارتباط روشنفکران دانشجو، اعتراضاتی که خواستهای مبتنی بر آزادی و خواستهای مدنی دارن، اینها فوراً یه فرمول دارن که فرمولشون اینه: بله دست اجنبی در کاره، اینها غرب زده هان، انقلاب مخملی و به این واسطه مجوز سرکوب. اما در ارتباط با مخصوصا در سالهای اخیر بعد از دهه 96 این فرمول یک جور دیگه است، چون یک گروه اجتماعی دیگه ای برخواسته، خواستهای عموماً در ابتدا و در ظاهر خواستهای اقتصادی، گرچه حالا به هر حال تجربه ثابت کردی به سرعت سیاسی هم شده. خب کار اینه چیه؟ در مواجهه اول یک جور توصیف درمانی، من دوست دارم این رو صدا بکنم، یعنی توصیف فاجعه، یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی، یعنی از رأس تا ذیلش هر کی که مسئولیت داره آلام اجتماعی رو توصیف میکنه. بله فقر وجود داره، نابرابری اجتماعی وجود داره،
مردم زندگیشون بده، در طول مثلا همین مورد خوزستان بی آبی هست و و و توصیف میکنه هرمان مردم و آلام مردم و رنج های مردم رو توصیف میکنه. یه قدم اوله، یه توصیف درمانی میکنن و بعد در قدم دوم میان این سرکوب رو شروع میکنن. یک بهانه پیدا میکنن سریع، حالا یک شعار کسی، حالا مثلا یه پرچم از میبره بالا، مثلا مال الاحفاظ به فرض. بله این جدای طلب ها در حقیقت نفوذ کردن، مشکوکه، باید برخورد بشه و عملی ظلمشون هم در اقصی نقاط جهان شروع میکنن همین منطق رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن و عادی‌سازی سرکوب و بعد شروع میکنن به کشتار و در حقیقت اغتشاشگری که دیگران رو محکوم میکنن. خود اینها اغتشاش به پا میکنن، تو اون اغتشاش شروع میکنن به سرکوب مردم و از بین بردنش. یکی از سوال ها همیشه اینه که این روش چیست؟ روش در حقیقت جمهوری اسلامی در مقابله با این دست اعتراضاتی که به هر حال انجام دادن و احتمال خیلی بسیار سرنوشت اعتراضات مردم هم به اینجا بعد مردم خوزستان هم در این مقطع همین خواهد بود. یعنی به هر حال هرچ اگر هم در این روزهای پیش رو آینده گسترده تر بشه، خب به همین میزان سرکوب خشن تر خواهد شد و برای مدتی مردم رو میخوان به اندرون خانه هاشون بفرستن و خیابان ها رو خلوت بکنن. اما خب به هر حال تا کی میتونن اینا روی سرکوب سرباشن؟ و سوال مهمی که ما باید از خودمون بپرسیم این است که چطور میشه این سوال به هر حال تر هم داره میشه در شبکه های اجتماعی در حتی اونجایی که من میدونم که چطور میشه این در واقع این اعتراض هایی که در یک جغرافی های کوچکی در جغرافی محدود شکل میگیره تبدیل به یک اعتراضات سراسری بشه؟ چطور میشه این قیام های خود، این خیزش های خود تبدیل به یک انقلاب سراسری بشه؟ چون من واقعا عمد دارم که بزرگ واژه براندازی سرنگونی از کلمه انقلاب استفاده کنم، چون برای انقلاب ویژگی هایی داره، یک انباشتی از دانش در ارتباط با انقلاب های مختلف وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و بحث های دیگه ای که امیدوارم روزی در آینده بشه در واقع بتونم دربارش دقیق تر صحبت بکنم. اما چگونه میشه که این انقلاب یک انقلاب، این اعتراضات خود به یک انقلاب سراسری تبدیل بشه؟ ببینید در اولین، حالا امیدوارم در هفته آینده من بتونم، میخواستم این هفته صحبت کنم یکم مقداری بحثم در ارتباط با اخبار به درازا کشید، اما مهمترین ویژگی که حالا به عنوان شاید بشه مقدمه برای هفته بعد در نظرش گرفت، مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که این انقلاب سراسری باید یک گفتمان داشته باشه، یک ایدئولوژی داشته باشه و به صورت مشخص که بتونه یک چتر باشه، یک غلافی باشه که بتونه تمام خواستهای مختلف رو، یعنی از کشاورزان در حقیقت خوزستان تا صیادان سیستان و بلوچستان تا زنان تا مسئله کودکان، محیط زیست و غیره و غیره رو بتونه تحت یک گفتمان کلی، یک اول گفتمان، یک که میشه من میتونم بهش بگم یک غلاف ایدئولوژیک، میتونه غلاف بکنه، مثل مثلا اون چیزی که در اتفاقی که در انقلاب مشروطه افتاد که به هر حال گروه های مختلفی درگیر با ستم بودن و تبعیض و نظام تبعیض روی بودن و حقوقشون به ضایع میشد و هر کی به یک نفت، و در نهایت تمامی این خواستا در مجموعی از مطالبات انقلاب مشروطه خلاصه به صورت بندی شد و به عنوان ملکی ذهن در حقیقت مردم عادی شد، سایر تأسیس عدالت خانه، حکومت قانون و و. ما به چنین چیزی نیاز داریم در حال حاضر؟ واقعا آنچه که حداقل من در صحنه و پرتوی سیاسی ایران، سپهر سیاسی ایران میبینم و باعث میشه که این خورد جنبش های، این خورد قیام های، این قیام هایی که در یک جغرافی های محدود اتفاق میفته تبدیل به یک انقلاب سراسری نشه، فقدان چنان گفتمانی. و این روزا یکی از دغدغه های ذهنی خود من هم همینه که چطور میشه چنین چیزی رو صورت بندی کرد و چه در حقیقت گفتمانی، چه گفتاری میتونه نقش این
اختلاف رو داشته باشه. و بعد از این مرحله است که ما تازه میتونیم درباره سازمان سیاسی یا به حال آلترناتیو یا رهبری صحبت بکنیم، چون در ابتدا ما باید یک گفتمان داشته باشیم. من صحبت ها رو همینجا تمام میکنم، چون دیگه زمان 45 دقیقه ای هم که آقای بهبهانی روز کردن به من در هفته میدن رو به اتمامه، و امیدوارم بحث ها رو در هفته آینده باز هم در خدمتون باشیم و صحبت بکنم. بسیار ممنونم از صبوریتون و اینجا شنونده بودید، و امیدوارم که نظراتتون رو با بند در میون بذاریم و در ارتقای این برنامه بنده رو یاری کنیم. امیدوار به امید این که مقاومت مردم ادامه پیدا بکنه و این سد سرکوب رو بشکنه. روز و شب شما در هر جغرافیایی که هستید خوش.